درود به همه شما دوستان ارجمند و مخلصان همیشگی برنامه های تلویزیون ورزش. در استودیو مرکزی تلویزیون ورزش من گلروز خانوزرزاده همرو با همکارانم موبیگ شادی بگزاد و فردوس خورسند قرار داریم و همکاران خوش آمدید به استودیو. تبر میدانیم سر کرده از امروز تا 18 مارت در دو شهر کشور ازبکستان در تاشکند و فرغانه بازیوی چمپیونات اسیا بین جوانان تا 20 ساله برگزار میگردد و البته منتخب تاجیکستان در این مسابقه فراقوروی اشتراک خواهد کرد. مو که دست ما در این مسابقه اشتراک میکند تو مراسم کشور شوی صحبت خواهیم داشت درباره همین مسابقه، درباره بوزی منتخبای ازبکستان و سوریه که بعد از مراسم کشاده شوی برگزار می شود و عموما در مجموع در مورد همین مسابقه اند که صحبت خواهیم داشت. سال نخستین سال عمومی خواهد بود، با بچه های ما باور دارد در همین چمپیونات، در چمپیونات اوسیا با فوتبالیستان 20 ساله کشور؟ البته حالا چمپیونات سر نشده نمی شود گفته که مقصد ما فاوریت هستیم یا اینکه می توانیم که این دسته رو شکست بدیم و این دسته رو شکست بدیم، ولی در اصل به حیات نگاه کرده، به وضعیت دسته نگاه کرده، ما می توانیم امید بسته به یعنی که به منتخب خودمون که در این مسابقه می توانیم حداقل به یگان دستاورد نظر است، یعنی که بگیم نویل بگردیم، چون که ببینید در حیات ما که بوز میکند الکه ما از دو بوزینگری بگیم که تجربه دار استفاده برده می توانیم، مثلا سلام اشور محمدوف و حمادانی کمالوف که در فوتبال اسپان الکه خود را سنجیده است، و بردی دیگری ما شاید این باشد که ما در کرسی سرمربیگی متخصص را داریم که مقصد در مملکت های خارجه که نسبت ما فوتبالشون هم ترقی کرده است، یعنی که از با کرسی سرمربیگی چنین متخصص داریم، متخصص خارجی. بله متخصص خارجی البته. خب به هر حال اکنون انتظار شدن در که بچه های ما چیکار کرده میتوانند. خب ایمون بک ببینید در گروه بغیر از دسته ما باز هم قرار دارد منتخب کره جنوبی، و اگر اندکی فراختر پیشگویی نماییم در صورتی از گروه برآمدن از زینه یکم و دوم ما برمیخوریم با منتخب ژاپن و با منتخب عربستان سعودی، بازم دو دسته پراقتدار آسیایی. اگر همین چیزهای اولیه، همین عاملهای اولیه اگر از جهت روانی تاثیر نرساند به رفت رقابت بچه را، من فکر دارم که آنها در صورت ارزنده رقابت نمودن مقابل منتخب کره جنوبی می توانند یک کاری بزرگی را سازمان دهند و آن موفقیت های پیشینی منتخب های نورسان و جوانان تاجیکستان را در رقابت های قاروی یعنی که بار دیگر تکرار نمایند. بله و همچنین فراموش نمیکنیم که همین سین و سال اونا که جوانتر از هینا بودن در مسابقه فراقوروی بسیار هم نتیجه خوب را نشان دادن، زیر روبری مربیان دیگر از جمله علیدین توردیف که توانست با همین بازیگران خیلی رقابت خوب نشان میدهد. خوب دوستان ارجمند، همکاری ما خوب پرویز محمد امین در شهر تاشکند قرار دارم و با دست دادن امکانیت ما به واسطه با شهر تاشکند در تماس خواهیم شد، یعنی حالا صحبت را با همکاران ادامه خواهیم داد. خب میخواستم سر همین مسئله هم کمی صحبت کنیم، یعنی آوردن متخصص خارجی یا خود متخصص محلی که علیدین توردیف، اصلا من فکر دارم با همین بچه ها بوزی خوبی را برام مونده بود و میدونم که البته از همین مسابقه وابسته خواهد بود که بعد ما تعریف میکنیم سرمربی خارجی کوبارف رو یا خود تنقید خواهیم کرد، یعنی از نتیجه همین مسابقه وابسته خواهد بود. اینجا چهار منتخب شما میدونید که چهار دسته که بعد در نیم نهایی روخت میگیرند با فینال مسابقه می توانند روی خود را هموار بنمایند با مرحله فینالی جام جهان، همین چیزی را در نظر دارم. خوب مقایسه بین متخصصان محلی و متخصصان خارجی، و به نظر شما باید در چنین منتخبا که بعد راهشون با جام جهان هموار شود باید حتما متخصص خارجی باشد یا خود با متخصصان محلی هم بود امکانیت داده شود؟ اکنون متخصص خارجی که گفتی اون گپا از کدام یک کشلاق مملکت دیگر ما باید کسی رو بیاریم که او فوتبال رو میداند سرمربی یک منتخب مونیم، این خیلی نمی شود. متخصص خارجی رو البته که همون مسئولین در نتیجه دستاورد ها و همون خدمت های نشان داده همون نفر، همون متخصص ما میتوانیم که با او باور کنیم. خب چرا نه، در مثلا ببینید متخصصان محلی ما بهترین هم، مثلا علیدین توردیف همین دسته رو از کدام سالها ببینید که در مسابقه های خارجی مثلا راه اندازی میکرد، بازینگران بهترین رو تجربه، حتی در لیگ یکم اکثریت این فوتبال بازان هنرنمایی میکردن و مقابل دسته های بگیم که توپ در تاجیکستان، البته در نظر دارم در جام تاجیکستان اون رقابت های ارزنده نشون دادن میتوانستن، ولی آوردن متخصص خارجی
آنها البته که قیاس میکنن با اهلدین توردیف که همین متخصص مثلا در کشور خود یا در عمان در فوتبال چه خدمات های کرده است و با کدام نتیجه ها دست یافته است. از این خاطر البته که در قیاس آنها میبرن، آنها هم تو رفته یک متخصص دیگر آنها میبرن که بله. خوب ایمونبک بینید که چند از فوتبالبازان روح پیدا کرده نتوانستند و سولو خیلی زیاد شدند. برای مثال یکی از آنها خسرو تویروف است، بازیگری که توانست در مملکت های خارجی بازی خیلی خوب را نشان بده. عین اول حیات را ما و شما میبینیم، حیات منتخب تاجیکستان با تور زایل است که اینجا دفاعگران، نیمه مایگران، خوب حملگران و دروازه‌بان ها دعوت خود را پیدا کردند، ولی اینجا ما و شما نمیبینیم خسرو تویروف را، نمیبینیم محمد علی عزیزبایف را. چند بازیگری که در سن و سال پستر از اینم نتایج خوب را اصلا نشان دادن توانستند. خبر پیدا گردید که تا هنوز البته این خبر رسمی نیست، ولی خسرو تویروف به شختر دونیتسک گذشته است. باید موقع میخائیل مودریک رو بگیرد که بعد دسته چلسی از دسته شختر دونیتسک گذشت. اینجا شما چی نظر دارید؟ دعوت نشدن علی خصوص همین بازیگر از نگاه شما با چی ربط دونسته می شود؟ نه خود که سطح خسرو تویروف اونقدر خوب نیست تا به منتخب دعوت کرده شود. ببینید از جانب یک متخصصی که به واسطه مسئولیت نتیجه بعدی یک منتخب ملی را در چنین جمعیت قروی بردوش خواهد داشت و نفر اولیه‌ای که جوابگر است به نتیجه چنین قرار برآورد، چنین قراری بسیار هم نازکانه، البته قراری که میتواند حتی به تقدیر برآمد دسته تاثیر رسان باشد، این از آن سر میزند که بدون سبب قرار برآورده نشده است و طبق بعضی اوزه ها یعنی که به قول مردمی توغری نگرفتن این بازیگر که با تیم اولی درجه اروپایی اشتراکچی پیوسته یوراجام ها، یعنی که از روی اوزا اگر باور کنیم درست می بیاید و با تیم منتخب نه، سبب های اساسی خود را داشته است و من فکر می کنم که بازم بر می گردیم به اون سوال اولیه شما که چرا در ما با متخصصان محلی باور نمی کنند. ببینید وقتی که متخصص محلی خوب هم باشد و در مسیل سالیان زیاد با یک هیئت کار می کند، از نزدیک آنها شناس می شود، چگونه ای که با دینامو بود این الودین توردیف همین حیات را از یک مرحله براختی سین سالی اوار تا به همین سطح رساند، از روی منتالیتیت بازنگری ما اونز گرفتنی بازنگر با یک مربی می تواند بعضی مناسبت ها رو ویران کند، یعنی که مناسبت های از حد زیاد دوستانه برقرار شدن با بازنگران می تواند یعنی که به سطح رفتاری بازنگران تاثیر رسانند و وقتی که متخصص خارجی می آید و به قول بناز و نوزی دل خوب بازنگر تا باوردن نمی تواند و قاعده های انتظامی خود را جوری می کند، آدم جدی است و طلبات های اولیه خود را بر جای می گذارد. همین خیلیگر برای منتخب ملی ما هم است، چگونه پیتر شگر آورده، یعنی که هرچند که چگونه مربی هم نباشد ولی که نتیجه به دست آورده می تواند، این از این لحاظ سر می زد و فکر می کنم که ممکن همین بازنگر رفتارهای غیر میدانیش پیسندی خودی سر مربی و یعنی که به فضای دوستانه خودی دسته تاثیر رساندنی یک رفتار ناجای بازنگر می تواند آورده رسانده باشد به گمانم، اگر که به آن آوازه و آن سر و صداها باور کنیم. و از این لحاظ البته مربی که چنین قرار برآورد و مربی که نتیجه داد، باز هم خوب بودن این بازنگر رو خوب بودن این بازنگر برای تیم اوکراینی که بسیار معروف است و ناخوب بودن برای این منتخب، البته در اینجا در صورتی که مربی نتیجه خوب نشان داد، هرچند که خسرو تویروف خوب هم نباشد مربی البته حق می براید. چیزی دیگر این است که گل روز وقتی سرمربی مثلا تو بازنگر بهترین هستی در شخصیور بازی میکنی در ولی وقتی که سرمربی همون تاکتیکای گذشته خود رو بر راه میموند و تو در اونجا آدم نالازی میشه برای تاکتیکای او، ببینید حتی رونالدو برای منچستر یونایتد نو در کار شد که او یکی از با اصطلاح روسی سنایپرون بهترین در عرصه فوتبال است، اونو در کار شد. برای همین سرمربی کوشش میکند که از تاکتیکای با جو گذشته خود بیرون نبرد، همون بازنگر برای او در کار است، در کار است اگر با اوزه ها باور کنیم که با کم مناسبت اونها بحث شده است چیز دیگر. ولی فکر میکنم که ما نسبت کاری سرمربی نو تنها بعد همین چمپیونات خلاصه خود رو برآورده میتونیم که او در همین کار واقعا اشتباه کرده بود. خب خلاصه در همین مسئله شما طرفدار همین هستید که چنین بازیگران دعوت نشدند یا نه باید دعوت کرده میشد؟ من فعلا با سرمربی بیشتر تکیه میکنم، بگذار او کاری خود رو کند، بعد چمپیونات بعد خلاصه خود رو میبرن که در کار بود یا نه در کار. بله دخالت کردن به نفری که به واسطه باور کرده شد به او و چنین قرار رو مز سرمربی میبرارد و دخالت باید کرده نشد، دخالت ناپذیری به کار سرمربی و قرار نیایی در اینجا درست است و
در صورت خطا هم کرده باشد به نفری که باور کرده شد، پس در حالتی که باور کرده اید نتیجه هم اگر ندهی باید که صادق و وفادار موند به همون باوریه که نفر اولیه قرار رو میبراید. چی نتیجه از میدان میبراید؟ اولیه از اشتباه انفرادی دروازه‌بان سر میزنه یا دفاعگر، البته مسئولیت رو سرمربی بر دوش میگیرد. در دل خود دسته تام و در دل خود دسته که شورت اعتبار خاصی خود رو دارند. خوب ببینید که وقتای اخیر در فوتبال ما سر مسئله انتظام فوتبالبازان بس مناظره خیلی زیاد پیدا میشن. برای مثال همون منتخب المپیک تاجیکستان یعنی U23 که به چمپیونات آسیا به شهر تاشکند رفتن، اونها هم رستم سویرو دعوت کرده نشد و گفتن که وابسته به انتظام همین فوتبالبازی است. اینجا خسرو طایروف، اینجا هم آوازه ها هستند که ما از برای انتظام نقدر خوب داشت همین بازیگر، او دعوت خود را پیدا نکرد. انا همین مسئله یعنی انتظام بازیگر، بازیگر خیلی خوب بس بوزگر ساعتی ولی نتیجه رو تامین کرده میتواند، ولی انتظامش در ساعتی نقدر خوب قرار داشته باشد. چون این بوزگران مگر از نقطه نظر فوتبالی و نتیجه فوتبالی اگر نظر منازم مگر باید دعوت کرده نشوند. یعنی شما ببینید که من مربی هستم، برای من پیش از همه باید نتیجه بوزی مهم باشد، مهارت های انفرادی فوتبال بوز مهم باشد، او چیکار کرده میتواند. اگر من گویم که خصلت های حمیده انسانی رو خواهم، من برای فرزند خودم میخواهم که برای یک شخص خیلی بهترین شود، نه برای فوتبال بوز که در دسته من بوزی میکند. در همین مسئله شما چی گفتن؟ این البته یعنی اندشه شما از گروز، برای سیستم ای مثلا اوسیر که در اروپا فعلا رویج است، انتظامی که از جزهای اساسی برای مثلا فوتبال بازان به حساب می رود. ببینید که در اروپا چگینا سیستم است، وقتی که با کدام راه آنها همین چیز رو از بند می برند یا که بردند می گیرند، خطا نمی کنیم، فوتبال باز معاش می گیرد، معاش بلند می گیرد. وقتی که مثلا از روی انتظام، وقتی که او به تمرین دیر کرد، از حساب معاش او مجازات می شود. ولی اکنون شما تصور کنید که در U20 در منتخب جوانان ما بگیم همین انتظام وقت ویران شد، اونها باید چگونه جزا دیدن؟ اون مبلغی که برای مثلا فوتبال بازان ما میدین، من باور دارم که اکثریت اونها از این مبلغ صرف نظر میکنن، میگذارن، برای اونها در کار هم نیستن این مبلغ. ولی انتظام واقعا یکی از جزهای فوتبال است. باید ما معاش بلند دیم به فوتبال بازان، یا اینکه یکون امتیازهای الوگیه که برای فوتبال باز خیلی ضرور است و از حساب همین امتیازها ما فوتبال باز را وابسته به انتظام، یعنی که جزا پیش بینی کنیم که یعنی که انتظام رو از جانب دیگر ببینید، وقتی که ما در مورد ویران کردن قاعده انتظامی گفتیم، ببینید از چی سر زده است؟ گوش ندادن به سخنهای سرمربی یا در حالت رعایت قاعده های بیرون از تمرین ها و بیرون از بازی، یا که اجرا نکردن اون دستورهایی که در وقت تمرین ها و بازی برآمده می شوند. ببینید اگر بازینگر شود و بگیریم مثلا همین بازینگر اگر با جرمی ویران کردن قاعده انتظامی دعوت نشده باشد، ببینیم بیایید برعکس تصور کنیم که دعوت شد و در وقت‌های ضروری و در فرصت‌های ضروری مثلا از خط حمله به خط دفاع بر نگشت، ما از همون دستورهای سر وقتی سرمربی رو رد کرد. در اینجا البته از برای یک نفر یک دسته 11 نفر ضرر می‌بیند. در اینجا باید ما از انتظام جایگاه اساسی خود رو پیدا کرده باشد و چگونه که در چمپیوناتی که شما به واسطه اشتراک کرده بودید در تاشکند با U23 و چه نتیجه‌ای که متاسفانه ما داشتیم و جای ندادن دل خوب بازیگرانی که بعداً در باشگاه هم خود را ساز پیدا کرده نتوانستند، از آن برآمد که البته سرمربی قرار درست قبول کرده است. بله، و یعنی یک بازیگر باید از 10 نفر دیگری که در حیط هستند خود را بالا نشمارد. بله، همین خلاف این در بازی دستوی، اگر این بازیگر مسی، امباپه یا خود گیم تانو رونالدو نباشد، به همون سطح اگر آمد، بنان او حق دارد تو از دیگران دیده یک قدر منزلت خود را داشته باشد و حتی مربیان سر اول و گپ او گوش انداخته بود. حتی رونالدو هم برای خودش اجازه داده نتوانست. ببینید منچستر نو بسته با بیاد. اکنون از کارگردان خواهش میکنیم که برای ما همه گروهایی که یعنی 4 گروهی که اینجا هستن به ما نشون داده شوند و در گروه A منتخب ازبکستان، اندونزی، عراق و سوریه قرار دارند. در گروه B قطر، استرالیا، ویتنام و ایران هستند. خوب اینجا الکای یک بوزی برگزارم گردید و باید گفت که ویتنام بر استرالیا غلبه خود را به دست آورد، یعنی این گروه الکای تغییر نمی‌یافته است. ویتنام در زینه اول است. در گروه سی کره جنوبی، تاجیکستان، اردن و عمان هستند. همین گروه گروه موس که خیلی مهم برای ما محسوب می شود. در گروه دی قهرمان فعلی همین مسابقه عربستان سعودی، ژاپن، چین و قرقیزستان قرار دارند. همچنین با بینندگان دوستان ارجمند باید بگویم که در همین مسابقه
خب متخصص تاجیک داور تاجیک گلمراد سعدالو و یوران او از تاجیکستان بازی رو حکم میکنند و اینو یک بازی که جریان دارد به واسطه در بله به هنگام ثبت برنامه ما به هنگام پخش مستقیم برنامه ما اون بازی جریان دارد و گلمراد سعدالو اون رو حکم کرده شده از سلکه یک کارت سرخ نشان هم داد یعنی این هم خیلی خوب است که داوران ما اوستا اوستا با چنین مسابقه های سطح بلند روی خود رو پیدا میکنند و بازی رو حکم میکنند اگر با گلو نظر بندازیم بیاید یک گیم پیشگویی شما رو درک می‌نماییم که اینجا از هر گروه تاویر شما می‌دانید دو دسته با دور نماتری خود رو هموار می‌کنند کدام دسته امکانات بهتر دارند از گروه اما بوزه ازبکستان رو دیده با چنین خلاصه آمدم که یکی از مثلا فاوریتون در همین گروه خود به حساب می‌رود و در قطار او من منتخبی هر سه منتخب قریب که در یک سر از ما منتخب عراق رو انتخاب می‌کنم و در گروه ب باشد منتخب استرالیا و منتخب ایران را که هرچند شکست هم خورد بله و هرچند که قطر باز بازی های خیلی زیبا را نشون میداد بازی آخری را علاقه دیدم و من استرالیا و ایران را پیشگویی میکنم از گروه خودمون البته که بچه های خودمون امید میبندم با تاجیکستان و کره جنوبی فاوریت اساسی میشمورم و در گروه ده باشد منتخب عربستان سعودی و ژاپن را بله البته در منتخب‌های اساسی آسیا چه دوره معلوم است باز هم همون نمایندگان همون کشورها فاوریت‌های اساسی هستند و در عموم میتوان گفت که باز هم منتخب عربستان سعودی کشور میزبان که فینالیستی چمپیونات کره یو 23 بود ازبکستان میتواند باز هم در میان فاوریت‌ها خود را جای کند ولیکن تقدیر منتخب عراق اگر شود اندونزی سخت شرف و ناموس کند ما از همون کارت سرخی نماینده کشور ما میتواند برای امنیو تاثیر رسان شود در بازی این بعدا و فکر میکنیم که در اینجا سوریه میتواند پیش دستی کند بله خوب گروه دیگر در گروه دیگر ببینید باز هم چگونه ای کشوره شد منتخب قطر میتواند با راه اندازی کردن سرمایه گذاری زیاد به فوتبال کشوری خود میتواند نتیجه خوب را نشان دهد و اینجا البته باز هم ویتنام به قول کمک رساند به منتخب های دیگری با شکست دادن استرالیا بله خوب اینجا طور ما به گروه متوجه می شویم گروه مو گروه سی یعنی دسته مو با دسته که در گروه دی قرار دارند اگر ما از گروه برایم در مرحله نوبتی ما از با یکی از دسته گروه دی بازی خواهیم کرد اگر با اشغال زینه اول برایم پس با دسته دوم گروه دی بازی خواهیم کرد اگر با اشغال زینه دوم پس با دسته یکم گروه دی اینجا اگر هم تو تصور کنیم در همین گروه یعنی عربستان سعودی و ژاپن می توانند فاوریتان اساسی هم به حساب روند در گروه ما طبر فردوس گفت اینجا فاوریت البته کره جنوبی است چون که ما شما میدانیم که در کدام سطح در کدام زینه ها در سطح خیلی بلند البته قرار دارد دسته کره جنوبی رقیب اساسی ما من فکر دارم در گروه سی کره جنوبی معلوم است فاوریت ما این رو باید خالصانه اقرار شویم فاوریت اساسی کره جنوبی است ولی در گروه ما یک دسته است که بوزه که ما پگو برگزار میکنیم با اردن بوزه خیلی مهم خواهد بود یعنی این رقابت برای ما خیلی و خیلی مهم است در راه یافتن به مرحله نوبتی یعنی رقیب اساسی ما برای اشغال زینه دوم در همین گروه ما از اردن با ایسو می رود در مورد این رقابت بوزه اول که هست شما چی نظر دارید چی می توان گفت یعنی تاجیکستان باید همه قوه رو در همین بوزه یکم صرف کند یا خود به بوزه دیگر هم چیزی مونه فکر میکنم در حالتی که فاوریت اساسی در گروه معلوم است باید که از فرصت های اول بازی را خوب شروع کرد و کوشش کرد که ماز از همون بازی اول سر کرده با گرفتن خال های ضروری یعنی که کوشش نمود و فکر میکنم که مقابل حریف ازلی در گروه برای اشغال زینه دوم باید خوب رقابت نمود و نگاه نکرده برای تای کرده این بعدای خود باید که از اول خوب بازی کرد ببینید در صورت از دست دادن خال مقابل دسته اردن یا که مساوی این هم میتواند بر ضرر دسته شود و اینجا البته چمپیونات قاره است در گروه سه بازی تنها سه بازی خواهد بود و در هر سه بازی باید به مثال بازی حل کننده یعنی که رقابت نمود بله وقتی ما سه امتیاز رو اگر مقابل اردن از دست میدهیم و اگر با سطح ما تکیه کنیم باور کنیم که از روی سطح همین بازی ها برگزار میشوند ما از کره جنوبی شکست میخوریم اگر از روی سطح بگیریم حالا فوتبال چیز رو برای ما پیشگویی کرده نمیتواند دقیقا و وقتی ما سه خور رو از دست دادیم علاقه احوال ما مقابل کره جنوبی معلوم میشود و اگر با عموم ما غلبه کنیم
مو علاقه خولمون بسنده نیست که مثلا اگر در صورت اردن شکست دادن عمان مو بسنده نیست که موقع دیم رو حتی اشغال نمایید. ولی خلاصه گپ پگو بازیگران ما بازیگران 20 ساله ما در خوبت با اردن که یکی از گویم رقیبون اساسی ما برای اشغال زینه ای که بعد لازم بتیم رو میبرارد معصوم شود بود حتما و حتما غلبه به دست آورده شود. خوب بنده که صحبت درباره بوزی امروز میکنیم که بعد از چند لحظه در ورزشگاه ملی برگزار میشود، توجه میکنیم به نتیجه اخیر منتخب های ازبکستان و سوریه. بعد از چند لحظه این دست بازی خود را دویر خوان کرد. خوب ازبکستان این حال البته بازی رفیقانه هستند، با عمان 2-0 بازی کرد، با دسته ولگا بازی رو مساوی 1-1 انجام داد. اردن ازبکستان رو 2-0 شکست دادن. توانست عربستان سعودی شکست خورد از ازبکستان 1-2 و ازبکستان همچنین از کره جنوبی هم مغلوب گشت. بازی سوریه رو اگر نظر بندازیم و شما در خاطر داریم بازی تاجیکستان و سوریه رو، اون رقابتی که بسیاری از بازیگران ما البته امید غلبه هم داشتند چون بوزی در میدان های صورت گرفت، ولی بر منتخب ما دسته سوریه غلبه خود را به دست آوردن توانست. خوب بعدن قطر یک بوزی دیگر برگزار شد با این دسته با حساب 4-0 سوریه توانست قطر را شکست بدهد. بوزی دیگر بازم با قطر بود 3-1 و سوریه همچنین دسته چین را شکست داد. آیا همین بوزی سنجشی که ما شما اینجا میبینیم قسم بیشترشان بوزی سنجشی هستند، افزای داخلی دسته و عموما سطح دسته رو با پرگی نشان دادن میتواند، یا اینجا تنها مربیان کوشش میکنند تا گویم مدل های نوی بازی بازگران نو رو مورد سنجش قرار بدهند؟ خب بازی هایی که سنجشی میشوند پیش از چمپیونات های رسمی میشوند، این بازی ها کلا تماما فرق دارند از بازی هایی که مثلا در چمپیونات ها یا که در بازی های رسمی برگزار میشوند. برای چی؟ برای اینکه اول آنها قوا ها رو صرف نمیکنند، دوم این مرحله آموزشی است، یعنی که آموختن حریفان، سوم این سنجش همون فوتبال بازانه که مثلا نو به حیات می، یعنی او من در کل همون حیات موردی سنجش قرار دادن است. و وقتی که ما مثلا مقابل سوریه یا که مقابل ازبکستان مقابل دیگر دسته ها بازی های سنجشی میگذارنیم، اینجا سرمربی برای خود مثلا تاکتیکای خاصه اسلوب خاصه میجوید کدام بازیگر رو در کجا باید استفاده برای این راه ها رو راه اندازی میکند. و من فکر میکنم که این بازی ها پورا ما رو مثلا پیشگویی کردن میتونه که مقابل مثلا مقابل سوریه کار ما تمام است، ما دو بازی علاقه مقابل آنها باختیم. بله، و فکر میکنم که بازی منتخب های ازبکستان و سوریه خیلی شدید برگزار میشود، برای اینکه ببینید هم سوریه نتیجه های بهترین دارد در چند سال اخیر و هم منتخب ازبکستان فعلا از منتخبی که مثلا 10 سال پیش یا که 8 سال پیش آنها داشتن از بازی که داشتن با تماما فرق میکنند. در همه مسابقه ها اون چیز رو مشاهده کرده میتونیم. بله. فکر میکنم که ازبکستان از حساب یکم میزبان بودنش ممکن اداره کند منتخب سوریه رو و بازی خیلی شدید برگزار میشود و با حساب مینیمالی فکر میکنم که منتخب ازبکستان میتواند که شکست بدهد در میدان خودش. ولی بازم اگر به نتیجه همون بازی سنجشی نظر کنیم ببینید نو بست از اون که البته مربیان کوشش میکنند که بازیگران مختلف را وارد حیات کنند و بسنجند با کدام تاکتیک با کدام یعنی که خصلت های بازیکن آنها می توانند به نتیجه به دست آورند، ولی خود نتیجه همان بازی های سنجشی نشان میدهد که با کدام بازیگران در کدام حالت ها دسته می تواند منفعت آور باشد. بازیگران دسته می توانند یعنی که جای دادن دل خوب بازیگر در کدام کنار میدان این چیز را افشا می کند و نتیجه یک بر یک و شکست خوردن در بازی سنجشی البته این ثمره آن مهنت مربیان آن کار یک جای با بازیگران را نشان میدهد. و در اینجا اگر ما قیاس کنیم آن بازی سنجشی را، البته سوریه در قیاس از روی نگاه داشت حریفان سوریه کمی اندکی برتریت بیشتر هم دارد، ولی با اشاره کردن آن جنبه های علایده که به فایده دسته ازبکستان هستند میتواند این دسته را فاوریت حسابند. ولیکن کشورهای عربی هم یعنی که خصلت خوبی در سفر مبارزه به امان بردن را دارند و فکر میکنم که اینجا البته من هم باور دارم که ازبکستان میتواند پیروزی به دست آورد، ولی اون البته پیروزی آسان نخواهد بود. سال سوزان بینید که وقتای اخیر در مورد فوتبال ازبکستان گپ و صداها خیلی و خیلی زیاد هستند. اونا چند سال قبل خیلی نزدیک بودند تا به جام جهان رو خط پیدا بینمایند. منتخب سوریه همچنین اونها تنها در بازی گزارشی قطعی از دسته سوریه با از استرالیا با حساب 1-0 شکست خوردن و به جام جهان رو خط نگرفتن، یعنی یک قدم مونده بود تا جام جهان. منتخب ازبکستان همچنین
اینجا در باره منتخب ازبکستان و فوتبال ازبکستان در مجموع وقتهای اخیر سخنهایی هستند که گویا فوتبال در ازبکستان سال تو سال نه پیش بلکه عقب رفته ایستاد است. وقتهای اخیر آن همین چیز دیده می شود. سبب اساسی کمی پاس شدن فوتبال را در مجموع در نظر دارم. یعنی همه همین با بازیهایی که برگزار می شوند آماده کردن فوتبال بازان بهترین برای حیات اساسی منتخب می باشد. یعنی برای حیات کلان سالان که بعدا می تواند با جام جهانی را خواهد بگیرد. چه سبب است؟ یعنی فیروز خیلی خوب اشاره کرد منتخب ازبکستان وقتای اخیر اگر با سن و سال گوناگون نظر بندازیم نه همون بوزایی که یو 23 که برگزار شد در شهر تاشکند اونجا اونها بهترین بوزا نشان دادند و با ما شما چند فوتبال بوز خیلی با مهارت را توانستند که کشف بنمایند و شناس بنمایند. چرا چنین عقیده ها تمایل افزایش دارند اون که فوتبال در ازبکستان سال تا سال عقب رفته است و پیش نه از این نتیجه ها البته من فکر میکنم که این همون با اصطلاح چی میگویند یک مرحله یک پکلن یا میگویند که نسل بله بله این از حساب همون نسل میشه یه واشوی نسل بله منتخب روسیه رو ببینید که یک وقت با کدام نسل توانست که تا کجاها برود و حتی فوتبال بازان در دست های توپی مثلا اروپایی بازی کرده ما نسل همون ارشاوین و پاولیچنکو اینو رو در نظر دارم و اکنون با ایوا شدن این نسل مثلا از دست آرتیوم زوب و مثلا گالاوین و دیگران بگن در سطح اونها نمیتونن که چیزی به دست بیارن هرچند اونها از محروم هستن. من فکر میکنم که این ایواشوی نسل است ولی ما علاقه در یو 23 دیدم که اونها چی مثلا مهارت ها چی است دیگه این نهارستان بله در آینده فوتبال ازبکستان رو من خوب پیشگیری میکنم. بله اگر در خیز به سالهای پیشین کنیم از روی شماره دستای اشتراکچی در لیگ چمپیونان آسیا و عموما برآمدی دسته منتخب بله. ازبکستان البته نتیجه بد است و پیشتر اگر ازبکستان خیلی نزدیک بود تا به جام جهان را خط گرفت این حال ببینید حتی به جام آسیا را خط گرفت نه توانست و تنها از مراحل های بعدی توانست راحت خود را تامین کند ولی ما از همان کوشش تلاش های کشوری میزبان در راه رشد فوتبال و پیوسته ببینید برگزار کردن چمپیونات کره‌ای در همین کشور این از همان کوشش و تلاش های بازم برگشتن به همون نتیجه ها رو دارد بله. ببینید یو 23 در تاشکند برگزار می شود یو 20 باز هم در تاشکند برگزار می شود و حتی کشورهای از لحاظ اقتصادی پرقدرت آسیا به مثال چین هم امکانیتی با بهانه پاندمی باشد و دیگر چیز عموما دلیل همین است که برگزار کردن نمی توانند و در برابر قطر این حال کشوری فعال فوتبالی همین ازبکستان شده است و از نگاهی دیگر ما نتیجه را یک طرف میگذاریم ولیکن اگر آینده بینی کنیم ببینید اون بازیگران جوانی که در آیت یو 23 بودند چقدر ارزشمند شدند و خود گزارش همون حسین نورچایف برای عوض $300,000 همین چیز را میگوید که البته ایوازشوی نسو البته رخ میدهد اندک تنفس طلب میکند برای بهبودی وضع ولیکن ببینید بازیگران پرستعداد و جوان البته بازارگذار شده ایستادند خودی قیاس کنیم اگر همون دستای توپ آسیایی بعد از همون در منطقه آسیای مرکز یک برنده اولی فوتبالی و یک به قولی که از نام گرفتنش در فوتبال اور نمی آید این ازبکستان است بعد بله. از ژاپن و کره جنوبی و استرالیا همین دولت ازبکستان خیلی خوب خود را نشان میدهد به هر واسطه و داشتن نماینده‌اش در فوتبالی کشورهای باشگاهی دیگر کشورها و من فکر میکنم که ایوازشوی نسل البته اندک تاثیر رساند ولی با چنین کوشش تلاش و میزبانی کردن چمپیونات های کره این چیز آنها در راه درستی پیشروی قرار دارند و آهسته آهسته رو به بهبودی دارند بله منتخب ازبکستان در چمپیونات جوانان بین 20 ساله ها فاوریت بوده میتواند در حالی که ژاپن است کره جنوبی است ایران دیگران خوب من گفتم که مثلا تا برگزار نشدن همین مسابقه مثلا چیزی گفته نمی شود هرچند که بازی سنجشی منتخب ازبکستان خیلی فعال برآمد کرد بله. و شاید ممکن من اونقدر باور ندارم بله من ندیدم چیزی که ندیدم مثلا پوره نمیدونم بازیگران در کدام سطح قرار دارن مثلا اونها کی هستن مثلا بعضی بازیگرانی هستن که به این حیات نو ورود شدن ما یگان بار نمیدونم نمیشناسیم خیر و اکنون بعد یکم بازی اقوانی که بعد دیدیم بازی گفتم شود که منتخب ازبکستان میتواند که یک فاورت به هر صورت بازی که امروز برگزار می شود با سوریا این بازی در ورزشگاه ملی شهر تاشکند دایر خواهد شد بعد از مراسم گشوده شوی البته در ازبکستان با فوتبال بسیار هم دقت جدی داده می شود و این رو حتی از آمدن مخلصان به ورزشگاه می توان درک کرد یعنی که به شما نوارای ورزشگاه نشان داده شدند تا آغاز بازی هرچند تقریبا 30 دقیقه دیگر باقی مانده است تا آغاز خود بازی یعنی تا صدر اشتک داور اما ورزگاه علاقه مولا مول مخلصان است یعنی در کشور ازبکستان همیشه
ها و این البته ربط میگیرد به خود منتالیتیت همین کشور. اونجا هنگامی که من همرو با فوتبالبازان 23 ساله به شهر تاشکند سفر کردم، یک چیز عجیب است، یعنی نه تنها مردم، نماینده جنس لطیف هم خیلی و خیلی زیاد به ورزشگاه تشریف میارند. فکر دارم در چنین نوارام و شما می توانیم همین چیزها را مشاهده هم کنیم. ببینید که ورزشگاه پر از مخلصان است. این زمان و شما در نوارام می بینیم که ورزشگاه قریب که جای خالی ندارد. اگر جای خالی هم داشته باشد تو اوغوز شدن بوزی همه ورزشگاه پر از مخلصان می شود. هرچند ورزشگاه و این هم در بازی های یو 20 در بازی های یو 20 همین چیزی را گفتنی بودم. در بازی های یو 20 ببینید که همین چیز فکر دارم به ما نمی رسد، یعنی ما در بازی های خیلی کلان لیگ اولی مملکت نمی توانیم ورزشگاه را که یک ورزشگاه 20000 است پر با مخلصان کنیم. اینجا سبب گون در منتالیتی خود فوتبال دوست دوران ازبکستان است که اونها خودشون به اختیار خود به ورزشگاه می روند، یا خود یک سیاست خیلی خوبی پیش گرفته رهبران است که میتوانند جلب نمایند مخلصان را به ورزشگاه. ببینید این سوال را من میتوانم چنین طور شردیم از نگاه خود. ببینید اگر ما قیاس کنیم فوتبال باشگاهی هندو کشور را از لحاظ در سطح بلندتر و رقابت پذیر بودن شمارای دستوی پرقدرت در سوپر لیگ ازبکستان، این چیز رو یعنی که اثبات این چیز است. ببینید اگر در لیگ اولی ما بگیریم چرا مخلص زیاد نمیاد، علاقه معلوم است که استقلال با کدام دسته داخلی بازی میکنند که پیروز میشود، لیکن علاقه نتیجه معلوم است در سوپر لیگ ازبکستان 6 استقلال است و همون 6 استقلال با استقلال آرامانه خوب بازی کرده میتونند و حتی امکانیتی وابسته به اون نتیجه که دارند در بازی سنجشی که میگذرانیم و با آنها، این البته از شماره دستای رقابت پذیر بیشتر بودن و ماز مخلصان هم جلب کرده میشوند. ولی ببینید اگر شما در مورد فوتبال دوست داری این دو کشور گفتید، ببینید در یو 20 در ازبکستان اگر شماره زیاد مخلصان بیایند در ما در یک بازی رفیقانه ببینید چقدر ورزشگاه پر شده بود، یعنی که توجه نسبت فوتبال در ما هم زیاد است، ولیکن اون پرابلم خود همون لیگ است که چرا مخلصان به بازی لیگوی نمیبینند و بازی منتخب میبینند. ببینید بازی رفیقانه که با روسیه به خولی از همه جا یکان جا در راه داده نمیشود در ما، یعنی که پوری ورزشگاه شد، یعنی که قریب که کاخ نوروز هم پر از ورزشگاه شد. این از آن نشان میدهد که توجه نسبت فوتبال زیاد است، ولیکن وقتی که مخلصان به فوتبال لیگایی نمیروند لیگاوی به استثنای مخلصان نشده روشن کلوب، اینجا پرابلم در خود لیگ است که چرا نمیبینند. و باز مثال هم گفتم که آنها 5-6 استقلال دارن، ما تنها یک استقلال داریم، یعنی اینجا سطح هم نقش مهم دارد. سطح به مراتب همه خلقه پر مثلا نشوندهد که مثلا یو 18 یا که یو 19 یا یو 20 مثلا برگزار میشه در مسابقه که در تاجیکستان برگزار میشه، مخلصان میگه نمیره به فوتبال، میگه ای وای یو 19 های وای یو 20 های. اونها کودکان بازی میکنن، کودکان بازی میکنن، اونها به نظر نمیگیرن. وقتی فوتبال باز در داخل میدان میبیند که 20000 آدم در اونجا از او امید دارد، این علاقه مسئولیت الهیده برای خود احساس میکنن. ولی وقتی میبینن که در منبر هیچ کس نیست، او گل میزند بعد سوی کی شدی که میدونه که در میدان تنها است همراه یک سرمربی و 10 بازیگر دیگر، برای اون قدر مثلا موتیواسیون، البته موتیواسی از وقتی مخلصان با میدان میاد. خوب تشکر به فردوس، تشکر به هیموبک که در برنامه پیش از بازی اندیشه جالب خود را پیشنهاد کردند. و اکنون وقتی به برنامه ما جدا شدن دوستان ارجمند اینجا به انجام میرسد و بعد از چند لحظه مراسم گشاده شوی چمپیونات اوسیو بین جوانان تو 20 ساله در ورزشگاه ملی کشور ازبکستان آغاز میشود و بعد از آن بازی منتخب ازبکستان و سوریه را میتوان مستقیما توسط تلویزیون ورزش تماشا کنید. گلروز خود نظرزاده بودم، تا برنامه نباتی با شما خیر خوش میکنیم، خیر تنسیت و خانواد باشید.